شکر کنی که از این خطر جون سالم به در بردی. شما راست میگی، ولی اینو لااقل شما میدونید که من تو زندگیم زن بدی نبودم. اون نمیخواد حیثیت زن خودشو حفظ کنه، بد رفتاری میکنه، کتک میزنی. اکرم خانم، اینو برای یه زنی مثل من که بچه هم داره درد آوره. به خدا ناراحت نشو، دکتر گفت کاملا باید استراحت کنی. چطوری؟ کجا ممکن استراحت کرد؟ مگه اون اجازه میده؟ تو کدوم خونه زندگی؟ تو خونه زندگی خودت. سعی کن شوهرتو از راه اشتباهی که میره برش گردونی، این وضعته. تو که همین نازی تو ببند و بخواب. خوب چرا برکت خدا رو میرزی رو زمین؟ آخه گناه داره. برکت خدا که تو درست کردی من. خب اگه این قصه رو دوست نداری بگو چیز دیگه برات درست کنم. دیگه چرا داد میزنی یا همسایه ها رو زابرا میکنی؟ نفهمیده تو جزوه محلی یا مفتش شهر؟ خونه خودمه، چهار دیواری اختیاری. اگه به تیریج قواتون بر نمیخوره خانم مفتش، یه لیوان آب برای من بیاره. مثل کنه چسبیده و کنده هم نمیشه. آخه چقدر باسی قیافه ایک بیری رو نگاه کنم. هیچم مامان ایک بیری نیست، نگاش کن خیلی هم خوشگلی، مثل ماه میمونی. آره جون ننه، تو بخواب عزیزم، بابا داره شوخی میکنه. شوخی میکنه. این آب از آب حمومم کثیف‌تر و داغ‌تره. آخه پس چی کار کنم؟ خب دیر اومدی، یخو آب شده، چرا اینقدر بهانه میگیری؟ بهانه از تو؟ اونم از تو زن بیشون. بلش کن بابا، مانی نشم، بلش کن. تو بدی، تو بابای بدی هستی. تو دیگه چی میگی نیم وجبی؟ برو گمشا. اگه میخوای منو بزن به این کاری نداشته باش، خواهش میکنم. میکشمتون هر دوتونو، بچرم میکشم. این بچه از تو رو خدا کاریش نداشته باش. هرچی میگی بگو، آخه چی کار میخوای بکنی؟ کار میخوام بکنم؟ الان حالیت میکنم. نه، میخوام طلاقت بدم و از دستت راحت بشم. گورتون رو کم کنیم بریم بیرون. هر دوتون راحتون بذارین، گم شید بریم بمیرین. دلم دیوونه بود، دیوونه در آقا بارمونو دله، درم جوش گرده بود. چی شده؟ چی بگم اکرم خانم جون؟ نه تو اون هر دوی مورینه ما میخواد چیزی بگی، بچه رو بده ببرم. تفله چه چه راحت خوابیده، دلش به حال این بچه نتونه. زندگیه دیگه، به خدا این زندگی مسخره است. دلم بمیرم. تو این بچه رو داری که به خاطرش باید بجنگی، بجنگی و زنده باشی. بچه قشنگی، اگه شوهرم مرده بود الان نمیتونست برای دخترشو مثل قاب دستمال بندازه بیرون. کاش من مثل شوهرتو مرده بود. شوهر من نمرده ولی من خیلی
خیال میکردم اونم مثل شوهر تو منو بیرون کرد، اما بچه ما رو خیلی گرفت. بعدها بریم خبر دادن که بچه مرده، خودش هم گذاشته و رفت. خدا میدونه اون الان کجاست. میبینی که من هم مثل تو هم میخواب بمیرم، کسی چی میدونه فردا چی میشه. من میدونم قدیر آدمیه که هر حرفی بزنه عمل میکنه. اون گفته طلاق میده و این کارو میکنه. طلاقم میده، تموم شد. چه جوره؟ یه مهر قرمز رو اسمش تو شناسنامه زدم و طلاقشو دادم. پس حالا دیگه دیوار ریختی. حالا من تو ما کار تازه بود. جنس از این بره مرد میاریم به این بره مرد. من راجو رو یادت میدم؟ نوکره تو هم رفتیم که دو نفری دنیا رو بگردیم. اونم بذار واسه خودش بره بگردیم. الان ساعت 5 بعد از ظهره. همه شو رفتیم. ولی خودم حتی نهار میخوردم. با هم دیگه قوت نداری. نمیتونم برگردم. من امروز باید کار پیدا کنم. از هر جور شده باید یک کاری هم. چرا گریه میکنی؟ چاره ندارم. ممکنه من براتون یک کاری پیدا بکنم. اما چی؟ اما کار چی؟ چی بگم خواهر؟ برای شما کلفتی هم باشه میکنم. بفرمایی. سلام خانم. سلام، کار داشتیم؟ من اومده اینجا کار کنم. آرایشگرتون منو فرستادن خانم. آها، آدم معتبری داری که ضامنت بشه؟ راستش نه خانم، کسی رو ندارم. صحیح، پس ضامنم نداری. بنابراین خیلی متاسفم. بهتر از همون رایی که اومدی برگردی. ولی خانم من این حرفا بی نتیجه است. خودمون بیرون. خدا بهتون ببخشه. اون شاخ شمشادم که دیدی پسرمه، ولی یه خود سیماش قاطیه. اون از تمام چیزای خوب بدش میاد، از ورق، از شراب، از زن، با این که دوره ورش خیلی شلوغه. عزیزان ممکنه راجب کارش تو بره دیگه. هردونی هفته یه روزم میتونی بریم. بری پیش فامیلات. برو جانم، میتونی بری مشغول شی. متشکرم آقا، متشکرم. وایسا ببینم، نگفتی اسمت چیه؟ مریمی. آه خیلی خوب مریم.
یه واسه اینجا مریض تو بوده؟ واسه هیچ کدام بود، فقط برای اینکه اون به کار احتیاج داشت. احتیاج؟ خب اونم به تو احتیاج دارم، چرا فکر منو نمی کنی؟ دوست دارم. بکش زن، وقاحتم حدی داره. آخه تو میخوایی زن پدر من بشی؟ این وقاحت نیست عزیزم، عشقه. این هرزگیه. تو یه پارچه لجنی، بیچاره پدرم، عشق تو چشمای اونو کور کرده. منم که تو رو میشناسم، میدونم که چه افریتی هستی. برو راحتم بذار. اون منو شناخت و جلوی پدرش زمین شد تا اونجا کار بکنم. خوبه، این پولا رو واسه چی دادن؟ گفتن هرچی کم دارم بخرم. منم این اسب و بازی رو خریدم برای نزی، باقیشم باشه پیش شما. موفق باشی مریم، دنیا اینطور نمیمونه، بالاخره یواش یواش درست میمونه. چرا از تو اتاقش بیرون نمیاد؟ از بس خودخوری جونم. بچه شنیدم تو حال خیلی میخواه. سلام تو رشوان. سلام. چیه مریم؟ کاری داشتی؟ ببخشیم پدرتون فرمودن شما بیاین تو، چیزی به اونا بگم آقا. باشه الان میام. برو. چی میخوای آقا؟ خودت باید فهمیده باشی، تو رو میخوام، تو رو از رو دارم. گم شو، برم کنم. ببر واسه آدمایی که مثل خودت عاشق پولن. اگه نری داد میزنم اون وقت دکتر میاد مثل موش میندازه بیرون. حالا میگه چه خبر شده؟ ده برو گم شو دیگه. نوبر شو. اگه یه مرتبه دیگه طرف مریم رفتی قلمای پاتو میشکنم. خجالت نمیکشی تو؟ خیال میکنی هر کسی میشه با پول خرید؟ یالا برو گم شو. مریم آفرین، از این کارت لذت بردم. قهوه من یاد داره. متشکرم. اومدی؟ بله پدر. اینجا پسرم، این همه دختر گذاشتی رفتی تو اتاقت؟ همشون مال تو پدر. واقعا مسخره است، من که از کارش هیچ سر در نمیارم. عجیب باق. نه اینو جدی میگم بابا. چرا اینقدر گوشه گیر هستی؟ راستش من داشتم تو اتاقم راجع به کارم بود. متشکرم. قهوه نخوری؟ میگم برای قلب. گفتم آقای دکتر چرا کمش قهوه نداره؟ اصلا کمش خوبه. شانسم خوب چیزیه، حرف میره دختر دور برای چی حرف میشه. تو فالتون یه زن افتاده، اون از فرشته های آسمونم پاک داره. خیلی زج کشیده و شما هم خیلی بهش محبت داره. نکنه این مریم هست؟ آره حرف مریم غلط کرده. بسه دیگه اینقدر حرف نزنید، برین گمشید، برین کارتون برسید، برین گمشید. بایست مریم، اونا یه مشتی بونه هستن، ببخششون. مهم رفتار یه ماهی تو و کار امروزت با اون پسره عقیده منو نسبت به زنها عوض کرده. حالا مطمئنم بین اونا فرشتم هست. تو خیلی دختر خوبی هستی مریم، اینو جدی میگم. متشکرم دکتر، شما خیلی مهربون. خواهش میکنم از کار اونا عصبانی نباش. من گفتم که حالا بذار یه چیزی برات بگم. به نظر من یه موی تو به همه اونا میارزه. تو این خونه اگه یه خانم باشه فقط توی گرم گرفتن دختره یه بیست رو پا. راستش میدونی چیه؟ وقتی میرزا علی گفت دختری پاکتر از فرشته ها تو فالمه، حس کردم تنها دختری که ممکنه اینطور باشه تو هستی مریم. مریم ببخشین صدام کردم، باید برم. فقط کلفتی کنیم. ولی من که تمام تمامال جواب هم میده. چرا این کار کردی ها؟ این دختره؟ خواهش میکنم بس کن. برو مریم، واقعا حیف دختری مثل اون که زیر دست آدمایی مثل ما باشه. Oh, my God.
باش. کشیدی که ازش محرومم، اونم پاکی و بزرگواری توی. اما مریم اجازه بده بعدا با هم صحبت کنیم، خیلی چیزا هست که باید بهت بگم. من امشب زیر آلاچیق منتظرتم. زیر آلاچیق؟ برای چی دکتر؟ خوشحالم که اومدی. متشکرم. شما به من بگو تو. نمیخواد چیزی بگی. من میخواستم امشب به تو بگم تو همون فرشته ای من دیده بود. من؟ آره مریم. نه این شما. این امروز همه اون دختر و شما رو نگاه میکردم، همه شون حرف شما رو میزدن. اونا خانومن، خوشگلن و در زیب خیلی هم ثروتمندم. اینا چیزی نیست که من میخوام. اما شما که چیزی درباره من نمیدونی. همینقدر که میدونم کافیه. فقط منتظرم بهم بگی دوستم داری یا نه. آخه بذارین بگم، من یه دختر نیستم. من شوهر کردم و طلاق گرفتم. تو دروغ میگی. باور کنی. پس چرا تا حالا چیزی به ما نگفته بودی؟ پدرتون طوری حرف زد که انگار اگه شوهر داشته باشم قبولم نمی کنی. من به کار احتیاج داشتم و مجبور شدم دروغ بگم. مثل این که دیگه میتونم برم. من هنوز منتظر جوابتم. ولی شما. مهم نیست، من دوستت دارم. حالا اگه بهم جواب ندی اشکالی نداره، میتونی تا فردا صبر کنی. ولی یه چیز دیگه هست که من من دیگه میرم. خوب نیست خانم حالی من اینجا ببینی. با این کلفتی خلوت میکنی؟ تو حق نداری با من اینطور حرف بزنی. تو چطور منو میذاری و با اون کلفتی بی سر و پا التماس میکنی؟ پس جون من اسمشو به چی میخوای؟ معلومه جونی، همونی که تو از این دختره میخواستی. تو زن کثیف چطور میخوای زن پدر من بشی؟ من فقط تو رو دوست دارم. تو رو میفهمی؟ مثل یه سگ فرسه میمونی، اونم توی یه پارچه لجن. این سگ هرزه پاره پارت میکنه. آخه مجه اون کلفته چی داره؟ چی؟ که بین اون همه دختر اون منو میخواد. تو خیلی چیزا داره که بین دخترهای دارو برو. نجابت تو خونته، وفا تو قلبته، شرم و حیا تو چشماته. یه مرد اینا رو خیلی زود میبینه. اکرم خانم، یه مرد میتونه دروغم رو یه زن ببینی؟ دروغ؟ کدوم دروغ؟ کدوم؟ آخه من بهش نگفتم که یه بچه دارم. حتی شوهر داشتن تو؟ نه، اونو گفتم اما نتونستم. یعنی اون نذاشت وجود بچه رو بهش بگم. اون میخواد شب با من حرف بزنی. چی بگم بهش؟ دارنم دختر، چقدر شیرین عاشق شدن. یعنی میگی مهد؟ برای یه زنی مثل من که عمری رو با یک دنیا ماجرا پشت سر گذاشته، فهمیدن این قضیه خیلی آسونه. عزیزم اون عاشق پاکی تو شده. ها که گفتی عاشق شدی. خوبه، خیلی خوبه. ببین خوشگله. برای پدر بذار ببینم اسمش چی. آها لیندا. نه نه، پس کی؟
نه نه پدر، اینه که شما گفتین نیست. اون از اینجور دختران نیست. من که دیگه فکرم کار نمی کنه پسر. خب بگو ببینم این دختر کی؟ مریم. همین مریم خود. همین همین کلپتی تقریبا. یعنی تو میخوایی بگی که نه حتما عوضی شدیدم درسته؟ گفتم درسته؟ جوابمو بده. درست شدیدم؟ بله پدر درست شدیدی. آه پسر یه لعنتی نفهم کل بود. شبه یه کلفت مسخره است. مگه این چون من مرده باشم تو بتونی این حرفو بزنی؟ حرف من از ته قلبمه پدر. من باکی از گفتنش ندارم. دوبارم میگم من اونو میخوام. تو کی هستی؟ پسر من، پسر فاخر. 20 سال تمام جون کندم، زحمت کشیدم، عرق ریختم تا ثروتمند شدم. حالا تو میخوای تمام زندگی منو زیر پای یه دختر کلفت بریزی؟ آره این صحیحه؟ پدر چرا همه چیزو با پول میسنجی؟ من با یه بانک ازدواج نمی کنم، زن میگیرم. پس بیشتر از هر چیز باید فهم داشته باشه، عفت داشته باشه، صداقت داشته باشه. عفت، صداقت، انسانیت. اما اون همه اینا رو داره پدر. اون فقط یه کلفته. اون یه خانم واقعیه، نه از این عروسک های رنگ و روغن زده دور و بر تو. اون یک هرزه است. بسه دیگه. یک هرزه یه واقعی دیگه پدر. اون زن من میشه. راجع به اون بهتر صحبت کنی. خدافز از این که برای چند لحظه دنیای منو روشن کردین و امید کوچکی در زندگی به من دادین متشکرم. آخه مگه قرار نبود که ما با نه دیگه حرفشو نزنین. من نباید این انتظار رو داشته باشم. یه کلفتم پدرتون راست میگه. من معذرت میخوام، اون اشتباه میکنه. آخر اشتباه نمیکنه. بذار اون بره تا مثل یک سگ ننداختنش بیرون. پدر معذرت میخوام، چرا نمیخوای بفهمی؟ چرا نمیخوای چشماتو با حقیقتو ببینی؟ چرا به دروغ و دروی عادت کردی؟ اون یه فرشته است، نگاش کن. مریم اون رفت. آقا چی گفتی؟ اون رفت؟ بله آقا، چشماش پر اشک شده بود. چی شد آقا؟ اون دختر خیلی خوبیه. برو بیرون پیر مرد احمق. راحت شدی پدر؟ خیالت راحت شد؟ اون رفت. اون باید میرفت. زندگی اون چیز دیگه ایه. آره اون مال این زندگی کثیف شما ها نیست. اون نمیتونه گول بزنه و تظاهر کنه، فریب بده و دروغ بگه و نارو بزنه. اون یک انسانه. اون یک بی سر و پاس. اون تو رو نمیخواد، اون پول تو رو میخواد، زندگی تو میخواد، فقط همین. اون هرچی هست حاله نیست. اینا مال تو به اون زنهای لبن دوش بگره دورو برد. من میرم پلوی همون. گوش کن، تو لخ میشی پسر. زندگی خوردت میکنه، این یک قماره. تو مار میبازی، زندگی لحت میکنه. این بگیرم کی تو زندگی من باشه؟ ولی اون کاملا درست میگه. من تو خانواده شما یه وصله یه ناجو. چرا داری این حرف رو میزنی؟ واسه چی انقدر ناامیدی؟ برای اینکه شما اون بالایین و من این پایین، فقط همین. من اومدم برای اینکه نمیخواستم بین یه پدر پسر دیوار بکشم و از هم جداشون بکنم. من نه مریم، این پدرم بود که بین من و زندگی دیوار کشیده بود و تو اون دیوار رو خراب کردی. شما با پدرتون به هم احتیاج دارید. من فقط به تو احتیاج دارم. خواهش میکنم شما بهش بگین خانم. تو خودت همه چیزو بهش گفتی پسرم. مریم مگه ما حرفمونو با هم نزدیم؟ مگه تو نگفتی منو دوست داری؟ بگو مگه نگفتی جوابمو بده؟ گفتی یا نه؟ آره گفتم. پس چرا مخالفت میکنی؟ چرا نمیخوای با من بیایی؟ چی مانه میشه مریم؟ چی مانه میشه ها؟ ما با هم زندگیمونو از نو شروع میکنیم. من یه دکترم، کار میکنم. من به خاطر تو تلاش میکنم، پیشرفت میکنم. من میتونم زندگی تو. آخه شما که همه چیزو نمیدونید. بذارین براتون بگم. تو فقط بگو با من زندگی میکنی، فقط همین برای من کافیه. حالا اگه دوستم داری دستتو بده به من و به من تکیه کن.
بلی. سلام مریم جون. بیا اون خونه رو گرفتم، اینم کلیدشه. مبارک باشه، انشالله با خوبی و خوشی. متشکرم اکرم خانم، شما بیاین با هم زندگی بکنیم. نه متشکرم، از لطفتون ممنونم. من نمیخوام مزاحمتون بشم، آخه شما رو تازه عرف کردم. خب پس من میرم خونه رو مرتب کنم و بیام مریم جونو ببرم. فعلا خدافظ. چه پسر خوبیه، خدا حفظش. ولی اکرم خانم جون، من از قدیر خیلی میترسم. اون که حالا حالا ها تو زندونه، او تو آزاد بشه، بی خود نترس. باز درکا زد زیاد، ناراحت نباش، ممکنه ما همین روزا برگردیم. سلام قدیر خان. سلام سلام قدیر. خوش اومدی، بفرما بفرما. قربون همگی تو. میگم که انشالله بد نست کشه بشه. بزن بریم بابا، جای شما خیلی خالی بود. بابا برای بچه ها بیرون چه خواهد؟ بابا رو خوشی بسا کنم. ده؟ اگه نشت پشه تو کارت معطلش نکن که بیکاری دق کرده. زن سارقت شوهر کرده. خب مبارکه، با کی؟ با یه افداکتار پول دار. کاربارش هم خیلی سکر. خوب شد گفتی دکتر. خب این نسخه رو بدید بگیرن، بعدا بدید اتاق شماره 11 تا بدن به مریض. الو. آه چه خوب شد تلفن کردی، ناراحت بودم برات. تو که یک ساعت پیش رفتی. بازم دلم برات تنگ شده. من میخواستم برم خونه اکرم خانوم، بعدشم برم برای امشب یه مقداری خرید کنم. باشه؟ باشه عزیزم، اشکالی نداره. با اکرم خانم سلام برسون. خوش اومدی. نه چرا اون این کارو میکنه؟ چرا زجرم میده؟ چرا؟ ناراحت نشو عزیزم، اون از من متنفره، چرا نمیخواد بفهمه؟ اینجا بایستا ببینم کیه در میزنه. منو میشنسی؟ بله، کاری داشتی؟ میگم و انگاری مریم رفتق جونجونی تو، زن قدیم ما، به نون و نوایی رسیده. درست؟ نمیفهمم چی میگی. میتونی بگه قضیه این ماشین و دنگ و فنگ چی چیه؟ بچه مام که اینجا ببینم نکنه سرخر بوده ننش نورده سرش. تو چی خواهی؟ ای چی عشقه همه بیگر گل کرد. بیا دل بزن. نه به اون دست نزن، خواهش میکنم، من فقط بودم. راستی خیلی دوستش داری؟ بیشتر از جونم، به اون اندازه که یه مادر میتونه بچهشو دوست داشته باشه. پس حالا که اینطوره بی زحمت بفرما بینم که خونه ی والده ی بچه کجا. من نمیدونم. عجیبه، بعد تو نمیدونی. ولی خب مامان خوش میکنم. نه آیا بنده بابا، خونه ننه از کدوم باره؟ خدا
دنیا. من میترسم. برش کن. بچه داره زهر ترک میشه. برش کن. پس بگو کجاست؟ نمیدونم. روزنامه نویسا رو خبر کن بیان از این جریان عکس بگیرن. برش کن. برش کن. خواهش میکنم. برش کن. میگم. میگم. برش کن. پس میگی؟ آره میگم. بگو. میگم. چه بگی میارم برو خواهش میکنم بیا خیابون با شماره 13 ساعت 9 صبح خیلی خوب برو دیگه یک همومی من بسازم چل ستون چل پنجره خیلی دنباله گشتن برای چی؟ خب بالاخره ما دو دل داده یک قدیم باز یه روزی به هم میرسیم من میگم که یعنی خب اینجوریه دیگه آره البته من دلم نمیخواد به شوهرت بگم که یه بچه هم تو کاره اما خب اگه مگه چی؟ مگه بیرونمون نکردی تو راحت بشی؟ پس چرا دوباره اومدی که زندگیمونو به هم بزنی؟ آره، اما خب کارهای دنیاست دیگه جفای روزگار به فلاکتمون هست بذارم برو رفتنی که تو کار نیست خانوم بلا قد جوار منو میکشی تو کاروارم دوباره بیافتی رو قلتک بله، عملشون تموم شد من الان داشتم با دکترشون صحبت میکردم خواهش میکنم بله دکتر خانمتون منتظر بگین بیان تو خب دکتر عمل چطور بود؟ خیلی خوب مخصوصا برای من موفقیت سلام 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 خانم حالا چطوره کجا بودی هستم؟ رفته بودم پارچه‌ای که برام خریده بودی بدم خیاطم بدوزی راستی میتونی به دکتر مسعود تبریک بگی یه عمل بسیار جالب انجام داده تبریک میگم به نیچه خانم خانم بشین عزیزم خب دکتر من با اجازه مرخص میشم خواهش میکنم خداحافظ خانم خودت ببخشید سلام آقای دکتر سلام اون آمپولا رو خریدی؟ بله ایوا سلام خانم من شما رو تو خیابون بهار دیدم هر چی صداتون کردم متوجه نشدم اونجا بله معذرت میخوام حواسم نبود چرا بهار خیاط تو مگه تو بولوار نیست اونجا رفته بودم خونه پوری پوری رو که میشناسیش راستی حالش چطوره خوبه خیلی هم به تو سلام رسوند خب من دیگه باید برم منزل مگه قرار نبود نهار رو با هم بخوریم چرا ولی اومدم بهت بگم که حالم خوب نیست باشه فردا خیلی خوب، هر طور تو راحت خدافز خدافز عزیزم خدافز میرزا علی خدافز میرزا علی بله این آمپولا رو بده به فرستار اتاق 16 باید به مریض تزریق بشه چشم بابای دکتر بله شما سلام پوری چطوری؟ مگه تو مریض بشی به من تلفن کنی؟ نه نه جدی میگم خب مگه مریم امروز پیش تو نیومده بود؟ نه؟ دو هفته است ندیدیش؟ شاید نتونسته بیاد خیلی خوب باشه فعلا خداحافظ چرا؟ چرا دروغ گفتی؟ چی میخوای بگی؟ دیگه زله شدم چی میخوای؟ چی میخوای؟ یه پول کلون که دیگه مدت زیادی از دستم راحت بشی چرا این کارم بگیره خودم یه سرمایه‌دار بشم و برای همیشه راحتت بذارم من حاضرم جونم رو بدم و دست از سرم برداری چقدر میخوای؟ ای از کجا؟ من از کجا این همه پول بیارم؟ دیوونه کردی دلی دل دلی دل خب حالا کیه کیه در میزنه ای بوده در بانگا کیه کیه در میزنه در که بازه یعنی خانوم دیگه از در بازم نمیتوند بیاد تو بفرمی
بابا بفرمی دیگه. بیا بگیر، این آخرین پس انداز منی. پولو بگیر در باز کن من برم. گرفتن پول که چشم، اما بیرون رفتن تو یه خورده عشق و نانازیون. چی از سر را برو کنار؟ کچه به این زودی خوب نیستنی و خوشگلی تو بچه رو باشی. من باز خودت میدم. حالا چه یه دوبا من باش. آهای قهر چی توش بیا. سلام کن داد نظر خوشگله. نظر آبی زیبو سدرم. سلام کن. تو درست مثل یه زالو میمونی. تو هم مثل یه پربونه. تو از یه چه شاعرونه اختلاط میمونی. ای یار بلا تو رو به خدا و مشتی بزن برش جمع ما. فیفی رو چی بدم؟ چه خوشی به سرم بکنم؟ بسریا چه بگم؟ بسریا چه بگم؟ بسریا فیفی من رو چی بگم؟ آقا آقا خانم زور خونه اجرام هستن؟ نه فکر میکنم برگرده. نهار درست کردی؟ بله آقا. آه اومدش. سلام خانم. سلام. سلام. اجرام خانم حالش خوب بود؟ آره خیلی هم به تو سلام برسیم. ازش خوشم میاد. زدم سر پیش زدن به یه ماشین. تقصیر من بود. آخه عجله داشتم بیام خونه. باشه بعد از اون میدم درستش کنم. آه میرز علی هم اومد. مگه کجا رفته بود؟ گفته بودم یه خورده برای امشب میوه بگیره. سلام آقا. نمیدونین چقدر گشتم تا این میوه ها رو پیدا کردم. هر جا رفتم میوه خوب گیر نیومد. ناچار شدم رفتم. شما این خانم میگم چرا خسارت ماشین رو نگرفتین؟ آخه واسه چی بازش کردین؟ تقصیر اون یارو ژیگاله بود. تو که گفتی تقصیر تو بود. بابا دست خوش. چی رو تقصیر خانم بود؟ یارو سر پیچه با اون شلوغی با سرعت داشتن در عقب میومد. اونا تو بهار. تو بهار؟ آره با سرعت جای کیلومتر تو نمیری والا. خب به ما مربوطی نیست اشکاله به شما. آره یادم رفت بهت بگم رفته بودم گاراژ ماشینه بدم گاراژ کنم. میدونی که گاراژ تو خیابون بهاره. آره میدونم. خیلی خب من یه جای کار دارم میرم و برمیگردم. پس نهار چی؟ نگشتم منتظر من نشید. این ماشینو که شما امروز تعمیرش کردین مثل اینکه خوب کار نمیکنه. اجازه بدیم ببینم. اسمان شماره 5917 رو ما تعمیر کردیم؟ بله ما تعمیر کردیم. دفتر رو بیارین چه ببینم. نه دیگه مهم نیست. یه رفع دیگه میام. متشکرم. بله انگار این ماشین 8 روز پیش تعمیر. چی گفتی؟ ببخشید تعمیر مال 8 روز پیشه. این ماشین امروز تو این گاراژ نیومده. زنگ تلفن یه حقیقت برو جواب بده.
نمیتونم، به خدا دیگه نمیتونم. منو سر لجنه هنوز دختر باید که میدونی هر کاری دلت میخواد بکن، من دیگه نمیتونم. میفهمی؟ نمیتونم، نمیتونم. حتما یکی از دوستانت بود، یا میترا یا سوزان و یا ولش کن. حتما یادت هست که ما امروز مهمونیم. آره آره من حاضرم. پس یقت درست کن، اینطوری قیافت خیلی بده. آسیه، آسیه کجایی؟ بالا آقا. اگه از بیمارستان کردن بگو من خونه دکتر مسعودم. خیلی خوب آقا. آها خب بریم. با شما خیلی باید ببخشینا، یا کاری باید داشت با من؟ نه خیلی با خودتون، نه با خونتون. با چی؟ باشه باشه بعد ما داریم میریم بیرون. نه همین حالا بگو ببینم. میدونه نه عزیزم باشه برای بذار حرفشو بزنه ببینم چی میگه. به من تلفن شده بود، مثل که خانومتون تلفن کرد، انگار شیر دستشویی و لولا خراب شده و آب میده. ها درست خانومی؟ بله من تلفن کرده بودم، تمام راه رو خیز شده بود. خب الان میشه نشونم بده خانوم؟ بله بله یه دقیقه بایسته عزیزم. بفرد از من. تو که میگی پول نرم؟ به خدا ندارم، ندارم، خدا میدونه دیگه هیچی ندارم. آخه تو چرا اینقدر بیرحمی مرد؟ اینا رو که داری خوشگل نه؟ اینو شوهرم بهم دادی شده. خواهد هم میدونه که جز اطاعت جاره نره. اینو مفروشی پولشو میاری، پول نقدشو فهمیده نقدره. قربون دست و پنجوله قدیر بیچاره است دیگه، باید دستشو گرفت. چرا نمیذاری آب خوش از گلوم پایین بره؟ قراره یه خورده جنس تو مرز تحویل بگیرم، فهمیدی؟ زنده میشم تو میری، کلی میلیونر بازی در میارم. ولی من دیگه هیچی ندارم، اینو بدون اگه بازم از من چیزی بخوایی ندارم، واقعا ندارم، باور کن. چشو؟ پولم زدی، من کار کردم، شب و روز زحمت کشیدم برای اینکه تو راحت زندگی کنی، ولی آخه تو چرا نمیذاری من حرفم رو بزنم؟ که چی؟ که بگی من به یه بوت پوشای دلخوش کرده بودم، بگی که من یه مترسک بودم، بگی که من کور بودم و تو سیاهی شب دنبال آفتاب میگشتم. نه نمیخواد بگی، من همه اینا رو میدونم. من فقط به تو ساکت شو، لعنت به دروغگوی حرفی. حقیقتو بهت بگیم. حقیقتو باید اول میگفتی، حالا دیگه نمیخواد بگی. من یه بازیچه بودم، حقیقت اینه. نه سورج، بایستا باش
باشو قربونت برم گریه نکن. اگه اون رفت خودم نوکرت بترد حیبون کثیف. سلام خانم. سلام آسیه. آقا خونه هست؟ نه خانم، آقا تشریف بردن بیرون. موقعی هم که میرفتن این نامه رو دادن به من، گفتن که حتما بدن به شما. متشکرم. خدا میدونه باز چه خبر شده. خدایا رحم کن. تمام چیزهایی رو که به خاطر اون زن من شدی به تو بخشیدم. شاید این چشم طمع تو رو سیر کنه، ولی اگه این بار خواستی احساس و غرور مرد دیگه رو بازیچه خودت قرار بدی، اینقدر بی‌رحم نباش و مثل من اونو لگدمال نکن. تو رنج که حالت عادی نداری. چیه؟ چی شده؟ هیچ. هیچی که حرف نشد. گرفتاری چیه؟ معذرت بخوام دکتر. ممکنه تنها بذاری؟ متاسفم. میدونستم چی میکشی، اما قصه نخور. تو اقلا محبت بچه تو داری. آره، اما چرا نمیشه آدم همه چیزای خوب دنیا رو داشته باشی؟
من یه روز محبت شوهرم رو داشتم و نفرت بچه‌مو، حالا به عکس محبت بچه‌مو دارم و نفرت شوهرمو. آخه چرا؟ دنیا رو برای خودت خراب نکن. برو بگرد هر جا که میشه، تو هر گوشه شهر برو بگرد شوهرتو پیدا کن. منم میخوام پیداش کنم، اما کجا پیداش کنم؟ شهر سر پدرشه، تو میتونی فردا بری اونجا. خسته شدی عزیزم؟ چی گفتی؟ خسته شدم؟ من هنوز چربونم. قبول داری عزیزم؟ آره جونم، برای همینه که دوست دارم. تو از ست تو جوونم بهتر. شیطون به سلامت. سلامتی خودم و خودت. آخی از کردم. توی تو رج کجا بودی پسر عزیزم؟ بریم پیش تو رج تا احساس تنهایی نکنی. بیا میبینی پسرم زندگی چقدر شیرینه؟ به من گفتن شما کارم دارین، چی میخواین پدر؟ من بهت امیدوار شدم پسرم، میبینم مثل پدرت بیاز دست گرفتی و داری یه کارایی میکنی، اینو بهش میگن زندگی. باید لذت. حرف دیگه ای ندارین پدر. چرا؟ حالا که نصف راه اومدیم نصف دیگه‌ش هم بیا. مشروب و زن از هم جدا شدنی نیستن. اولیشو که داری دومیش هم دیگه. باشه خوب بلدی، دومیش هم یادش بده. بهش بگو چطوری با زنه هست بزنی تا بتونه دلشونو ببره. ها اونا با چشم. راحتم بذاریم پدر، هیچ حوصله ندارم. تو چی میخوای معلوم هست؟ آره یک کمی تنهایی ممکنه پدر؟ تنهایی پسر یه دیوونه یه کله پوک، من اصلا طاقت تنهایی رو ندارم. نکنه یه روزی منو تنها بذاری و بری خوشگله، من بدون زن نمیرم. مگه ممکنه عزیزم؟ مثل اینکه این پیش خدمت رو مردن، من برم در باز کنم. اومدم بچه ها، کی این گلاس منو پر میکنه؟ کاری داشتی؟ ممکنه به من بگین از تورج خبری دارین یا نه؟ فکر کردم ممکنه اینجا اومده باشه. اینجاست تورج؟ تورج اینجا کاری نداره. تازه اگرم اینجا بیاد مال تو نیست، اون وقتی که مال منه. اما آخه اون هنوز شوهر منه. وقتی منو نگیر بچه سو. خدایا پس اون کجاست؟ کجای این دنیای بزرگ رو باید بگرده؟ کمکم کن. بی سر و پا خجالت بکشیدی؟ خجالت بکشیدی؟ پدر
پدر به حرفای منم گوش کن. دهنه کثیفتون ببند. آخه بذار منم حرف بزنم. خرفشو پدر تو اشتباه میکنی. تو منو بزن ولی تو پدر منی. بنابراین من فقط نگات میکنم. تو چشماتو بستی، تو خوابی. حتی سور سرافیلم نمیتونه تو را از این خواب سنگین بیدار کنه. دلم به حال تو میسوزه. اینو جدی میگم پدر. من از این خونه میرم چون اینجا جهنمه، آشغال دونیه، پر از کثافته. بوی لجن از همه جاش میاد، اما نخوا که یه کرم باشی تو لجن بلولی. نه مثل هنجره ما که هر روز خودم پنچره. نگفتم پنچره. توجه فرمایی، به خاطر تشییع خبر فوری برنامه را قطع میکنیم. از تمام پزشکان و پرستاران برای جلوگیری از ورود بیماری وبا به کشور استمداد میطلبیم. دامنه این بیماری در نواحی مرزی شدت پیدا کرده است. ما از تمام پزشکان شاغل و آزاد و تمام آنهایی که در مرخصی هستند برای ریشه کن نمودن این بیماری کمک میطلبیم. تو رو خدا این چینه پیشونی تو بکن. حالا مگه چی شده؟ دنیا که به آخر نرسیده. برای من رسیده. این حرفا چیه دختر جون؟ خودت رو ناراحت نکن. اکثر بشن. چی شده اکرم خانم؟ این عکس آقای فاخره. فاخر؟ ولی محسنه. محسن شوهر من. این فاخر پدر تورجه. فاخر یا هر اسم دیگه که رو خودش گذاشته مهم نیست. در هر حال من مطمئنم که این محسن پس شما میخواییم بگین که این پسرمون نمورده باشه. من باید برم اونجا. منم ببر خونه محسن. خیلی خوب اکرم خانم، خیلی خوب. همین فردا صبح میبرم. نه همین حالا. من الان باید برم اونجا. من هستم. من نیستم. کن کاغت همیشه همینطوره. وقتی توی خمار میاد همه را از یاد میبره. حالا که سرش گرمه بریم ما با هم برخصیم. چرا همینجا نرخصیم؟ تا سرش گرمه بهترم بریم تنها برخصیم. خیلی برمیشه اینطور. جوانی ممکن اتفاق بیفته. وقتی همراه اون دختره میرفت فکر اینجور چیزها رو نمیکرد. اگه من بهش نگفتم. گفتم یا نه؟ درست دکتر؟ ها؟ جواب بده. حق با من هست یا نه؟ کاملا درسته. اما بالاخره هرچی باشه شما پدرش هستید. پدرش باشه، این دفعه هم ندید میگیرم. متشکرم. به
بسیار خوب. باشه دکتر. حالا اون کجاست؟
متشکرم. تو منو چطور پیدا کردی؟ کی بهت گفت که من اینجا؟ هیچ کس. سرنوشت بهم کمک کرد بیام ببینم ات محسن. محسن، من دیگه فاخر نیستم. میبینی که زمین خوردم و خورد شدم. من دیگه هیچی نیستم. من به بدی کردم بکرم. به هم بگو که منو میبخشی. بگو محسن، تو یه روزی منو بیرون کردی. مهم نیست، من تو رو میبخشم. فقط به هم یه چیزو بگو. اون روزی که به هم گفتی بچه‌ام مرده، دروغ گفتی نه؟ حرف بزن محسن، خواهش میکنم جوابمو بده. که من بهش افتخار میکنم. تورج درباره اون اشتباه فکر میکنه. اون تمام مدت به تورج وفادار بوده. مریم یه فرشته است. تمام شهر رو برای پیدا کردن تورج زیر پا گذاشته. ولی تورج که اینجا بود، پس چرا اینجا نیومد؟ چرا اینجا نیومد؟ اون اومد. امش گفت تورج دیگه مال منه. Bueno, son seguros. Gracias a usted, familia, nada.
برو دیگه، تندتر برو. یالا دیگه. به بهداری سیار برسونید. زخمش خیلی خطرناکه. آقای دکتر، میخوام چند کلام با شما حرف بزنم. خواه دکتر، ببین کار من دیگه تمومه. فکر میکنم بهتره همه چی رو بگم. حاضری گوش کنی؟ میخوام از زنت بگم. ببین دکتر، تو به من کمک کردی، جونم رو نجات دادی. خواهم تلافی کنم و همه چی رو بهت بگم. میدونی دکتر، زنت بی تقصیر گناهی نداره. من شوهر سابقشم، اون یه بچه هم داره. هره از تو؟ از من. هره. و خلاصه من طلاقش دادم. اون وقت اون زن تو شد. حالا چجوری؟ اونش دیگه به من مربوط نیست. فقط باید استفاده میکردم و تیغش میزدم. خلاصه چی بگم؟ میشد. حالا دیگه خودت میدونی دکتر. چرا خواهش کنم نری یه جور منو بکشی؟ من باید برم تهران. اشکالی نداره. خوش شکرم دکتر. خیلی خوش شکرم. سورج! مریم! من دروغ گفتم. اومده پیش تو تا بگی که منو ببخشی.
زنده است؟ دنبالش نگرد، اون اینجاست. اکرم خانم؟ اون مادرتی؟ مادرم؟ چطوری باور کنم؟ با خیال راحت میتونم به وظیفم عمل کنم. پس با ما نمیاد؟ نه مادر، نمیتونم بیام تا وقتی این مرض ریشه کن نشده. من اینجا، شما اگه میخواین میتونی بری. باید من حق بدین. نه بابا، میخواه آهن